تو همین لحظه که تو اینجا نشستی، تو همین شهر، خیلی پای گناه هست. تو همین لحظه ما دعاشون میکنیم، دعاشون میکنیم محبت سید الشهدا به دلشون بیفته، این آتش به جونشون بیفته. از زهرا اینطوری بودا، همسایه‌ها رو دعا میکرد. کدوم همسایه‌ها؟ خودت میدونی. همه شریک روزه ما باشه، همه رفیقامون، همسایه‌هامون، دوستامون، فامیلامون، خانوادهمون، پدر بزرگ، مادر بزرگامون، پدر مادرامون، اونایی که امسال نتونستن جلسه بگیرن. آقا امسال جلسه گرفتن خیلی کار سختی بود، هم از لحاظ هزینه‌ای، هم از لحاظ جا، شاید 7 ده برابر سالهای گذشته سخت بود، پرهزینه‌تر بود. اونایی که مخالفت کردن، گفتن روزه نگیرید، شریک روزه ما هستن. اونایی که گفتن روزه نگیرید اما رفتن مسافرت، این مریضی رو زیاد کردن، شریک روزه ما هستن. چرا؟ ما اگر قبول بشه انشاءالله به دعای امام رضا نوکر اربابی هستیم. وقتی نشست رو سینش، آقا بهش فرمود، گفت سر از تنم جدا نکن، روز قیامت شفاعتت میکنم. که سید الشهدا اگه 1900 تا زخم هم نداشت، 100 تا زخم هم داشت که نه، 10 تا زخم هم داشت شهید میشد. آدمی که 1000 تا زخم کرده که از مرگ نمیترسه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد حرش کنه، که اگه بلند میشد حرش میکرد. ما دنبال این آقا که تو گودال قتلگاه هم دنبال این آدما رو ببره بهش، آدما رو رستگار کنه. تا پوتیناشو انداخت گردنش، چون امام حسین خیلی هر رو دوست داره، تا پوتین انداخت گردنش، امام حسین به علی اکبر گفت برو عموتو بیار. این برای من و تو هم هست، نه فقط برای هر. خودم رو عرض بکنم، به شما کاری ندارم، خودم با این زندگی پر از گناه و اشتباه، تا پیرن مشکیم و دکماشو بستم، اصلا انگار گذشته منو فراموش کرده. دم خونه تک تکتون علی اکبر رو دونستم. برو بگو رفیقمون بیاد، برو بگو سینه زنمون بیاد، برو بگو گریه کنم بیاد، برو بگو کف جف کنم بیاد. هی من پیش سید الشهدا عرضه داشت منو ببخشید آقا. فرمودن خانوادت چطورن؟ آقا اشتباه کردم. خب از خودت تعریف کن. آقا راه رو جلوتون رو. خب بگو ببینم. اصلا انگار نه انگار، تو رو خدا یک لحظه هر کسی به زندگی خودش، قیامت اینطوریه دیگه، تو یه لحظه همه رو میتونی مرور کنی. همین الان به هر کی بگن یک دقیقه همه زندگیش مرور کنی، میتونی مرور کنی. یک دقیقه هر کسی زندگیشو مرور کنه. خدا وکیلی اگه امتحان قرار بود بگیرن، ما الان اینجا بی امتحان مرا به غلامی قبول. نه، بی امتحان مرا به غلامی قبول کرد.